اولین نکته‌ای که به چشمون اومد بعد بهتون بگیم اون دوست تک چشممونه. اون دوست تک چشمون خودش چند تا داستان داره. دوست تک چشممون کیه؟ من همون هیولا نامرئیه که اول جرد. خب چش اون هیولایی که جر می‌خواست بده بقیه رو، چش خود بانو الیزابت اولسنه. خود چش الیزابت اولسن رو گذاشتن. حالا با مزگی چیه؟ تو فیلم توجیه میشه. چون میگه که من فرستادم. راست میگی، آره منطقیه، باحال بود. برکه. آقا یه چیزی رو دقت باید میکردی، تو فیلم نامرئی بود، دکتر استرنج اینو مرئیش کرد. آره موجوده رو. تو مون نایت هم ما یه جایی با یه سری موجودات نامرئی میدن میجنگیدن. آره راست میگی آفرین. خب شبیه اونا نبودن یه مقداری؟ چرا چرا کامنت بذارید، زنگوله بذارید. لحظه ای که این موجوده میره بالا، خب خیلی شبیه لحظه ای که دکتر اکتاپوس تو اسپایدرمن از همون ساختمون میره بالا و اون هم اشباهه. ما میریم تو جهان 686 تو دکتر استرنج، قشنگ همه چی گل و بلبل و فلان اینا. چرا اون جهان اینجوریه؟ خب آقا ریک ریچاردز آدم خفنیه و تو این جهانه کاریه و تونسته با علم و فلان و وسال و اینا این جهانه رو سبز کنه. تو اون دنیا سه چهار تا چیز بامزه بود. یک، همه کلاه داشتن، نمیدونم چرا همه کلاه داشتن. و دو، دیدی که همه چی برعکس بود دیگه، چراغ سبز و قرمز هم جا به جا بود که حالا شاید این هم باز به ریک ریچارد رفت داشته باشه. خیلی یه کار بامزه مارول کرده. صحنه آشپزخونه ای که تو دنیای 686 واندا میبینید عیناً همون صحنه ای که تو واندا ویژن میبینید. تو اونجایی که تایم تراپ اینجوری تو این دنیا پرت میشن، تو یکی از دنیاها اگه دقت میکردین یه درون رد شد. مثل مال اسپایدرمن بود. درون استارک کمپانی بود. یعنی ما تو یکی از جهانامون درونا کنترل دنیا رو به عهده گرفت. نه بابا اینو می‌خواستی. آره آره همون آخه... بود که اون میستریام ازش استفاده. آره دیگه همون بود دیگه. ما اونو تو چیزم الان دیدیم، تو میس مارول هم هستن اونا. چند وقت بود نجوا کردن واندا رو ندیدی، پچ پچ کردنشو از ایج آف اولترون به بعد ندیده بودیم که میرفت تو گوش آیرون من خوند. تو اینجا ما دیدیم که باز این کارو میکنه، یعنی باز رفت تو گوش اون یارو خوندون کتلت شد و اومد ورد خون داره گوشه ورد خون اون یادت ویل کرد دوید اینا حمله کرد زونگوله. میرسیم به صحنه که دکتر استرنج رو قراره بکشن، اون تیم ایلومیناتی. تو تیم ایلومیناتی بلک بولت وایسته جلوی دکتر استرنج و دکتر استرنج هم خیلی مستصل، انگشتاش هم سیاهه. تانوس مرده. وقتی دستکش هم گانتلت تانوس رو نگاه کنید جای دو تا سنگ خالیه که یکیش سنگ ویژنه، یعنی احتمالاً تو اون دنیا ویژن هنوز زنده است. تو تیم ایلومیناتی یه صندلی خالیه که اون موقع که صندلی خالی بود تو تریلر رو گفتن که آیرون منه که قرار تام کروز بازی کنه، ولی ما هنوز ندیدیم. پروفسور ایکسی که دیدین خیلی شبیه پروفسور ایکس دنیای انیمیشنه که ما قدیم دیدیم. به خاطر ماشینه؟ به خاطر همون ماشینش. و حتی اون موزیکی هم که پلی میشه وقتی که تو پروفسور ایکس بود همون موزیکیه که ایکس من دنیای انیمیشن. این باحاله. تو لحظه که پروفسور زاویر با دکتر استرنج صحبت میکنه یک دیالوگی برقرار میشه که این دیالوگ عیناً دیالوگیه که پروفسور زاویر به خودش تو دیز آف فیوچر پس میگه. Just because someone stumbles loses their way it doesn't mean they're lost forever. Just because someone stumbles and loses their way doesn't mean they're lost forever. عیناً یکیه. اون صحنه که دهنه بلک بود دوخته میشه، برگردیم به فیلم ماتریکس، خیلی شبیه ماتریکسه. ما تو دنیای مارول چند تا انگوش سیاه دیدیم. یه انگوش سیاه دکتر استرنج بود تو این، یه انگوش سیاه واندا بود تو همین فیلم، یه و یه انگوش سیاه و یه انگوش سیاه دیدیم تو سریال واندا ویژن که بانو آگاتا بود که هر سه تا با اون بلک چیچی کار کردن. جادوی سیاه انگشتا رو سیاه میکنه. سیاه با جادوی سیاه کار نداشته باشه. جادوی سفید کار داشته باشه انگشتتون سیاه نشه. Clearly it's full of dark magic. I seriously doubt it, Severus. تو جنگی که تو لحظه‌ای که دو تا دونه دکتر استرنج با هم می‌جنگن، دقت کنید رنگ ماجیکی که داره دکتر استرنج استفاده میکنه عین همون رنگ ماجیکیه که آگاتا داره تو واندا ویژن استفاده میکنه، اینم بنفشه. لحظه ای که حمله میکنن به دوست دختر دکتر استرنج، اون حیوونا، اون اجنه ها یا اون شیاطین یه دونه جامی برمیداره، این میگیره سرش، اونا میترکن. این جامه دقیقا تو دکتر استرنج یک استفاده میکننش، خود دکتر استرنج اینو پرت میکنه سمت اون ویلنه، یعنی اون بلد نبود استفاده کنه.
You don't know how to use them, do you? ولی این بانو یاد گرفته که از اون جامعه استفاده کنه. اون آقای پیتزا توپک فروشیه اون دوست هم با سم ریمی نداره انگار. تو سه تا دون اسپایدرمن ها بوده، تو این هم هست، تو ایویل دد هم بوده این دوستمون، نمیدونم چرا پست کردیس دو همون بود. آره سم ریمی خیلی دوستش داره، کلن یورو تو همه فیلماش استفاده کرد. شاید ازش فیلمی چیزی داره، بعید نیست. آقای بنزما اینجا جواب باشه. دوستان عزیز و رفیقان جان، ما داریم که تو کافی سینما اولین بار داریم به سینمای جهان میپردازیم. تو کافی سینما سعی میکنیم راجع به فیلم‌ها حرف بزنیم و ببینید دیگه داریم همه دیگه اینو دیگه داریم واسش وقت میذاریم، انرژی میذاریم، خیلی هم حال میکنیم. با شما هم باید حال کنید ان شاء الله. دزدی نیست اونقدر وقت و انرژی نمیذاریم. دزدی از اول که همین خوبه همینو میذاریم.